سلام بچه‌ها، چطورید؟ خیلی خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه. بچه‌ها تو این ویدیو قراره که پابجی نیو استیت رو با پابجی موبایل با هم دیگه بریم بررسی کنیم و مقایسه کنیم و ببینیم که کدومش از لحاظ گرافیکی و در کل بهتر و امتیاز بالاتری میگیره. و به جز مقایسه قراره که به یکی دو تا از سوالاتتون پاسخ بدم که به نظر من خیلی مهمه، برای همین خیلیاتون هم سوال پرسیده بود. فقط قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو، اگه جدید هستین کانال رو سابسکرایب نکردین، خیلی خوشحال میشم که کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله بغل کانالم بزنید تا هر وقت ویدیو جدیدی میذارم سریع به دستتون برسه. خب حالا بریم سراغ سوالایی که خیلیاتون میپرسید. سوال اول اینه که پابجی نیو استیت چرا هنوز برای iOS نیومده؟ خبر خوش اینه که بچه ها پابجی نیو استیت قراره که یک هفته دیگه وارد اپ استور بشه برای کسایی که iOS دارن یا آیفون دارن. تقریبا اگه بخوام دقیق بگم 5-6 ماه آگوست، یعنی یک هفته دیگه، قراره که داخل گوشی‌های iOS هم ثبت نامش بیاد. پس دیگه خیالتونم بابت این که گوشی iOS داری نمیتونید پابجی نیو استیت بازی کنید راحت باشه. یک هفته دیگه ثبت نامش میاد. و حالا سوال اینجاست که پابجی نیو استیت کی قراره که منتشر بشه؟ بچه‌ها من خودم دقیق نمیدونم، ولی خب از خیلی‌ها پرسیدم و یکم پرسجو کردم و فهمیدم که تو آخر ماه آگوست، یعنی میشه گفت نرسیده به ماه سپتامبر، یعنی دقیقاً یک ماه دیگه، قراره که پابجی نیو استیت احتمال خیلی زیاد 95% منتشر بشه و دیگه از ماه بعد قراره که پابجی نیو استیت رو با هم دیگه بازی کنیم. و سوال آخری که خیلیاتون پرسیدین و براتون مهمه اینه که پابجی نیو استیت برای چه گوشی‌های کار میده و آیا برای گوشی‌های رم 3 و 2 یا رم 4 مناسب بازیه یا نه؟ بچه‌ها همونطور که میدونین و داخل ویدیوهای گیم پلی دیدین، پابجی نیو استیت خیلی گرافیک بالاتری داره و بازی نیستش که مثل پابجی موبایل قدیمی طوری ساخته باشن که FPS کمتری لازم باشه و همین باعث میشه که پابجی نیو استیت خیلی بیشتر از پابجی موبایل لگ داشته باشه. و اگه نظر منو میخواید توصیه میکنم که حتما یه گوشی مدل بالا داشته باشین تا بتونید که پابجی نیو استیت رو خیلی راحت بازی کنید. و اینم از تمام سوالات مهمتون راجع به پابجی نیو استیت. حالا سری بزنید بریم سراغ مقایسه پابجی موبایل و پابجی نیو استیت. Let's go. خب بچه ها، اول مقایسه ای که قراره از پابجی موبایل و پابجی نیو استیت ببینیم قسمت لابیه. سمت چپی لابی پابجی نیو استیت و سمت راستی هم لابی پابجی موبایله. اگه دقت کنید میبینید که پابجی نیو استیت یکم واقعی تر ساخته و حتی اگه سوار هواپیمان بشین میفهمید که پابجی نیو استیت خیلی گرافیک بالاتری داره و همین باعث میشه که گوشیتون لگ داشته باشه. و برای همین هم هست که بهتون میگم حتما یه گوشی خوب داشته باشین. به نظر من قسمت لابی و پرواز و هواپیما من امتیاز میدم به پابجی نیو استیت. و راستی یادتون نره که موقعی که دارید از چتر میپرید توی پابجی موبایل چترتون معلوم نمیشه، ولی توی پابجی نیو استیت فکر کنم که چترتون روی زمین باهاتون میاد. البته ببینیم. بچه ها دیدین چقدر جالب چترتون همراهتون اومد پایین و الان هم روی زمینه. آره بریم قسمت تفنگا، موقعی که میخواید رو سینگل رو اوتو بذارید ببینیم که چطوریه. خب بچه ها توی پابجی نیو استیت یه چیز خیلی جالبش اینه که اگه بخواید تفنگو از روی آوتو روی سینگل بذارید، کاراکتر بازی به طور خیلی دقیق براتون انجام میده اگه این قسمت رو ناکنید و خیلی جالب کرده بازی رو با همین نقطه‌های ریزی که وارد بازی کرده. خب بریم قسمت شلیک. همونطور که میبینید سمت چپی پابجی موبایل و سمت راستی هم پابجی نیو استیت، زیاد فرق آنچنانی نداره موقع شلیک و این قسمت هم داره به آب شلیک میکنه. به نظرم پابجی نیو استیت گرافیک بالاتری داره. قسمت نوشیدنی ها و استفاده کردن از بانداج و کیت و خون، دوتاشون تقریبا توی حالت دارن کاراشون رو انجام میدن. خب آمپول هم که دارن با یه شکل میزنن، تقریبا شبیه همه. و کیتو ببینیم که فرقی میکنه. بله بچه ها کیتو که میبنده روی دستش هم یه بانداجی میاد که واقعی تر به نظر برسه. خب دم پابجی نیو استیت گرم که به این نکته های ریز اینقدر دقت کرده. خب شلیک به درم ببینیم چقدر واقعی پابجی نیو استیت، دمشون گرم، یعنی هر جا رو که شلیک کنی یه قسمت از در میشکنه که نکته مثبتش همینه. قسمت اسموکا، گرینتا و مولوتوف،
اسموکش که اونقدر مهم نبود، دوتاشون به یه حالت منفجر شدن، ولی مولوتوفش خیلی جالب بود. جالبه که پابجی نیو استیت تو همه چی سعی کرده که واقعی تر بازی رو بسازه، و حتما هم شما تو قسمت کامنت ها بنویسید، شاید شما یه نظر خاص دیگه ای داشته باشین. بریم سراغ وسیله نقلیه. بچه‌ها توی قسمت وسیله نقلیه زیاد تغییر خاصی ایجاد نشده، فقط موتور پابجی نیو استیت خیلی به نظرم جالبتر از اینایی که از شاخاش خیلی بلنده. آدمای گنگ دیدی از این موتورا صدا کلفتا، از اوناست. من خیلی از این موتورا دوست دارم. به نظرم پابجی نیو استیت و پابجی موبایل توی قسمت وسیله نقلیه خب زیاد تغییر خاصی نکرده، ولی پابجی نیو استیت بازم میگم سعی کرده که یکم واقعی‌تر بسازه. حتی باگیش هم به نظرم شباهت خیلی بیشتری داره به دنیای واقعی از پابجی نیو استیت. پابجی موبایل هم که قدیمی طور و یه جور حالت جنگی قدیمی دست داده. ماشین پیکان جوانان یا همون داسیای پابجی موبایل و پابجی نیو استیت که اصلا تغییری نکرده، دقیقاً کپ هم دیگه ساختن، و اگه رو حالت اف پی پی بزنی ناکنی انگاری پابجی موبایل از داخل ماشین رو یکم طبیعی‌تر ساخته، اونطور که تو ویدیو معلومه. و تو قسمت کشتی‌ها همین الان بهتون بگم پابجی موبایل خیلی بهتر ساخته کشتیشو، کشتیش جنگیه و خب خفنه دیگه. و تو قسمت وسیله های نقلیه یه چیز جالبی که پابجی نیو استیت آورده، ویژگی خاصش اینه که درهای ماشین باز میشه، شما میتونید به عنوان کاور استفاده کنید یا حالا هر کار دیگه خواستید میتونید انجام بدین، و ماشین موقعی که حرکت کرد درها به صورت خودکار بسته میشه. و چیز جالبترش هم اینه که شما موقعی که سوار ماشینین و میخواین دنده عقب بگیرین، کاراکترتون شبیه جی تی ال وی یا بازیهای خیلی گرافیک بالا دستشو روی صندلی عقب میذاره و دقیقاً عقب رو نام میکنه کپ دنیای واقعی، و این خیلی جالب تر کرده بازی رو. وقتی که شلیک میکنید سمت ماشین، ماشینای پابجی نیو استیت اول دراش میشکنه، اول درای ماشین میشکنه و بعدش خود ماشین منفجر میشه و ماشین هم یکم رو به هوا میره. قسمت شنا کردنش هم که به نظرم پابجی نیو استیت بازم اینجا خفن تر ساخته. کاراکتر بازی پابجی موبایل وقتی زیر آب میری دوروورتو اصلا نمیتونی ببینی، و پابجی نیو استیت یه جور ساخته که دوروورتو میتونی ببینی موقعی که زیر آبی، یکم شفافتر ساخته. در تو دنیای واقعی هم دیگه اونطوری نیست که زیر آب بری هیچی معلوم نشه. و تو این قسمت هم دویدن کاراکترها رو داره مقایسه میکنه. به نظرم پابجی موبایل دویدن کاراکترش خیلی جالبتره. و بچه ها اینم بود از مقایسه پابجی موبایل و پابجی نیو استیت. بعد از اینم پابجی نیو استیت یه چند تا ویژگیش رو قراره نشون بده که اونقدر چیز مهمی نیستش. و بچه ها رسیدیم به آخر این ویدیو. اینم بود از مقایسه پابجی نیو استیت و پابجی موبایل، که خیلی خیلی منتظر پابجی موبایلم تا بیاد خودم از نزدیک بازی کنم و با هم دیگه گرافیکش رو بررسی کنیم. و دمتون گرم، مرسی که ویدیو رو تا اینجا تماشا کردین. مثل همیشه یادتون نره که اگه ویدیو رو دوست داشتین حتما ویدیو رو لایک کنید، و اگه جدید هستین کانال رو سابسکرایب نکردین، خیلی خوشحال میشم که به کانال سابسکرایب کنید. عاشقتونم. این بود از ویدیو امروز، تا ویدیوهای دیگه خدا نگهدار.